مستقیم سری بزنیم به تورنتو، جایی که مراسم گرامی داشته سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی اونجا برقرار هست. این مراسم از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود. همکارم مهسا مرتضوی اونجا حضور داره و بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. مهسا توضیح بده که چه خبر هست امروز، از صبح تا حالا چه کارهای انجام دادین و قرار هست میگویا راهپیمایی انجام بشه؟ دقیقاً درست است. صبح همیشه در تدارک بودن، در این چند روز گذشته در تدارک مراسم بودن. از صبح هم نفرات اینجا اومدن، بنرهای چاپ شده، عکسای عزیزان از دست رفته تک تک چاپ شده، 176 نفر، و به خانواده ها و به نمایندگانی که از طرف خانواده ها اومدن این عکس ها داده میشه تا بتونن در راهپیمایی عکس های عزیزانشون رو همراه داشته باشن. این گرد همایی در شرایط قرنطینه در تورنتو هماهنگ شده و هوا هم امروز تقریبا اینجا منهای 14 هست، در شرایطی هستش که یک کمی گرد همایی به هر حال مشکلاتی داشت، هم از نظر پلیس هم از نظر قرنطینه کرونا و سرما، ولی با این حال تعداد زیادی من اینجا میبینم، نزدیک به فکر میکنم شاید 500-600 نفر همین الان اینجا هستن. هنوز البته راهپیمایی شروع نشده، فکر میکنم این تعداد بیشتر هم میشه. اینجا من با یکی از خانواده ها در کنار من هستن که پسر 19 سالشون رو از دست دادن و من میخوام ازشون سوال بکنم که در یک سال گذشته چه حال و احوالی بهشون گذشته و امروز که اینجا هستن هدفشون از حضور چیه و برای آینده چه امیدواری دارن. آرزو جان من از شما خواهش میکنم با من باشید. شما پسر 19 سالتون رو از دست دادین، این یک سال برای شما چطور گذشته؟ اینم که عکسش هست ارشیای عزیز، بفرمایید. این یک سال ما زنده نیستیم، این یک سال ما مردیم، ما مردهای متحرکیم. پسر کوچیک من نه تنها برادرشو بلکه مادر پدرش هم از دست داده، چون ماها دیگه زندگی نمی کنیم. ما فقط دنبال دادخواهی هستیم که دلمون آروم بشه، چاره دیگه ای نداریم. این زندگی نیست برای ما. فکر میکنید اگر چه اتفاقی بیفته برای شما یک مقداری آرامش به همراه داشته باشه؟ این که کسایی که باعث و بانی این اتفاق بودن، باعث و بانی این جنایت بودن، بچه های ما شهید نیستن، بچه های ما مقتولن. ما میخواییم بدونیم چرا، به چه جرمی بچه های ما رو کشتن، بچه بیگناه من رو به چه جرمی کشتن. بچه من قهرمان جهان بود، بچه من ورزشکار بود، اومده بود اینجا درس بخونه، پزشکی بخونه، نه سیاسی بود نه چیزی، چرا بچه منو کشتن؟ من دادخواهی میخوام، من میخوام بدونم بچه من به چه جرمی کشته شده. و بقیه بچه ها همشون، این همه نازنین از بین رفتن، پرپر شدن، چرا، به چه جرمی؟ شما موقعیت زندگیتون کامل عوض شد بعد از این حادثه. چه روندی داشته این یک سال گذشته برای شما؟ من و همسرم هر دومون پزشک بودیم، ولی یک سال کار نکردیم، یک سال نشستیم تو خونه، نمیتونیم کار کنیم، نمیتونیم زندگی کنیم. ما دیگه آدمای عادی نیستیم، ما دیگه آدمای نرمال نیستیم، همه چی برامون عوض شده. خیلی ممنون که با ما صحبت کردین، مرسی از شما. همچنان با شما هستیم از منطقه مرکز شهر تورنتو، روبروی دانشگاه تورنتو، در تجمع دادخواهی که تشکیل شده به مناسبت سالگرد سرنگونی پرواز 752.